با نام ویاد خداوند، سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان. احمد مسعود چرا پیشنهاد بزرگ طالبان را رد کرد؟ انفجار در کابل و واکنش تند روسیه به این رویداد. و در ادامه این گزارش، تسلیم شدن نیروهای طالبان به جبهه مقاومت ملی در پنجشیر. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را حتما دنبال کنید. منبع می نویسد که احمد مسعود می گوید در جریان سفرش به تهران پیشنهاد طالبان برای حضور در دولت را رد کرده است. احمد مسعود فرمانده نیروهای خیزش مردمی پنجشیر در گفتگو با ایندیپندنت اکسپرس گفته است که در جریان دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در ایران، وی به من پیشنهاد دریافت مقام در دولت طالبان را داده که من این پیشنهاد را رد کردم. آقای احمد مسعود می گوید تلاش های من برای دستیابی به قدرت نیست و تنها برای تحقق و عدالت و آزادی می جنگم. در همین رابطه وبسایت خبری آماج نیوز نوشته است که احمد مسعود می گوید طالبان از گروه های تروریستی بین المللی حمایت می شوند و بر مردم افغانستان ستم می کند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بر روزنامه اندیان اکسپرس گفته است که طالبان از گروه های تروریستی بین المللی حمایت می شوند و بر مردم افغانستان ظلم و ستم می کند. احمد مسعود همچنان افزوده است که از این رو جبهه مقاومت از هر کشوری که بخواهند با آنها کمک کنند، کمک را خواهد پذیرفت. رهبر جبهه مقاومت ملی در این گفتگو خاطر نشان کرده است که مردم افغانستان آماده هستند علیه طالبان بیستند و برای آزادی مبارزه کنند، اما به حمایت نیاز دارد. به گفته او، مهمترین و اصلی ترین چیز حمایت سیاسی و تدارکات است. او تصریح کرده است که جبهه مقاومت کمبود تخصص، نیروهای انسانی و سرباز ندارد، اما کمبود تدارکات دارد. آقای مسعود گفته است که هیچ دولت تاکنون از جبهه مقاومت ملی افغانستان حمایت نکرده و این جبهه با حمایت مردمی در برابر طالبان به مبارزه پرداخته است. احمد مسعود همچنان با اظهار این که با آمدن طالبان در افغانستان این کشور بعد دوران تاریک بازگشته است گفته است که طالبان به القاعده و دیگر گروه های تروریستی پناه داده است و گفته است که آنها در اطراف شهرها آزادانه گشت و گذار و فعالیت می کند. احمد مسعود با اشاره به حمله آمریکا که به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده انجامید گفته است که حضور رهبر القاعده در مرکز کابل در زمان حمله و زیر حاکمیت طالبان تعجب آور نیست. رهبر جبهه مقاومت هشدار داده است که در صورت نبود یک حکومت قانونی در افغانستان، رژیم طالبان این کشور را پناهگاه امن بسیاری از گروه های تروریستی از جمله جیش محمد و بسیاری دیگر گروه هایی که تهدید برای هند و همه کشورهای منطقه است خواهد ساخت. آقای مسعود در ادامه تاکید کرده است که تسلیم شدن در برابر اراده طالبان تسلیم شدن به اراده تروریسم است و این آتشی است که پاکستان با آن بازی کرده و دیر یا زود خواهید دید که نتیجه معکوس با آنها داده خواهد شد. و در ادامه این گزارش، صدای افغانستان می نویسد که 5 طالب در پنجشیر تسلیم نیروهای مقاومت شد. 5 نیروی طالبان در شهرستان دره پنجشیر با اسلحه و تجهیزاتشان تسلیم نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان شدند. منابع معتبر روز دوشنبه 14 سنبله به خبرگزاری صدای افغانستان گزارش داده است که طالبان از چند مسیر بالای سنگرهای مقاومت در شهرستان دره هجوم برده بودند که 5 نیروی آنها بدون جنگ به نیروهای مقاومت تسلیم شدند. منابع میگویند که این افراد به فرمانده خنجر، فرمانده قرارگاه عبدالله خیل تسلیم شده است. منابع در ادامه افزوده است که نیروهای جبهه مقاومت اسیران طالبان را بعد از فشار زیاد طالبان بالای مردم شهرستان دره دوباره آزاد کرده است. منابع تاکید می کند که اسلحه و تجهیزات این اسیران به دست نیروهای مقاومت افتاده است. با این حال پیش از این نیز 6 طالب کاپیسایی بازگاهشان را در دره عبدالله خیل ترک کرده و فرار کردند که یکی از آنها در کوههای این منطقه به دست نیروهای جبهه اسیر شده که بعد از بازپرسی او را رها کردند. این نخستین تسلیمی طالبان به نیروهای جبهه مقاومت ملی نیست. پیش از این نیز یک گروه 40 نفری طالبان تسلیم نیروهای جبهه مقاومت در دره پنجشیر شدند که بعد از چند ساعت دوباره آزاد شده است. و در ادامه این گزارش، وبسایت خبری اطلاعات روز نوشته است که انفجار در نزدیکی سفارت روسیه در کابل شمار کشته ها به 6 نفر رسیده است. مسئولان امنیتی طالبان میگویند که شمار تلفات انفجار امروز در نزدیکی سفارت روسیه در کابل به 6 کشته افزایش یافته است.
خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل گفته است که بر اساس آخرین جزئیات 4 شهروند افغانستان و 2 کارمند سفارت روسیه کشته شدند. او قبلا شماره تلفات این انفجار را 1 کشته و 10 زخمی اعلام کرده بود. با گفته آقای زدران، نهادهای امنیتی و کشفی طالبان درباره این حمله تحقیق می‌کنند. باید افزود این انفجار حوالی ساعت 11 پیش از 6 روز چهارشنبه 14 سنبله رخ داده و همچنان وزارت خارجه روسیه گفته است که در مجاورت ورودی بخش کنسولی سفارت این کشور در کابل یک ستیز جوی ناشناس یک وسیله انفجاری را انفجار کرده است. طالبان میگویند که یک مهاجم انتحاری در نزدیکی سفارت روسیه در ناحیه 7 شهر کابل میخواست خود را در میان جمعیت منفجر کند، اما قبل از رسیدن به مقصد توسط نیروهای امنیتی طالبان هدف قرار گرفته و مواد انفجاری همراهش را انفجار کرده است. مسئولیت انفجار امروز را تا کنون هیچ کسی و یا هیچ گروه بر عهده نگرفته است. و در همین رابطه وبسایت خبری 8 صبح نوشته است که واکنش ها به انفجار امروز در کابل، لاوروف گفته است که تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان از بین نرفته است. وزیر خارجه روسیه در واکنش به حمله انتحاری امروز در برابر سفارت این کشور در کابل گفته است که عاملان این حمله را پاسخگو خواهند کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در یک پیام ویدیویی ساعت بعد از انفجار امروز دوشنبه 14 سنبله گفته است که تهدیدات تروریسم در منطقه به شمال افغانستان تا هنوز از بین نرفته است. این مقام روسیه خواهان شناسایی عاملان این رویداد شده است. آقای لاوروف تاکید کرده است که امنیت سفارت روسیه در کابل بعد از این رویداد افزایش یافته است. او افزوده است که کسانی که این حمله تروریستی را انجام دادند در آینده این نزدیک پاسخ خواهند داد. در همین حال وزارت امور خارجه طالبان نیز با نشر اعلامیه این حمله را محکوم کرده و بر روسیه و خانواده های دیپلمات های روسی تسلیت گفته است. و در ادامه این گزارش افغانستان اینترنشنال نوشته است که وزارت خارجه طالبان میگوید اجازه نمیدهیم چنین حملات بر روابط ما با روسیه تأثیر منفی بگذارد. وزارت خارجه طالبان در واکنش به حمله انتحاری در نزدیکی سفارت روسیه در کابل گفته است که اجازه نمیدهد چنین حملات انتحاری تأثیر منفی بر روابط طالبان با روسیه بگذارد. این وزارت گفته است که گام‌های جدی برای تأمین امنیت سفارتخانه‌ها برداشته شده تا حملات احتمالی کار آنها را مختل نکند. وزارت خارجه طالبان ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرده است که نیروهای امنیتی طالبان بررسی‌ها را درباره این رویداد آغاز کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده است که امارات اسلامی افغانستان با روسیه رابطه نزدیک دارد و ما اجازه نمی‌دهیم که دشمنان با چنین عملکرد منفی تأثیر منفی بر روابط دو کشور بگذارند. با این حال وزارت خارجه روسیه گفته است که در حمله انتحاری در نزدیکی دروازه بخش کنسولگری دو کارمند سفارت این کشور کشته شده است. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد تازه‌ترین خبرهای امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با هم به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.